أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این کلیپ رو بشنویم. آخوند شیعی که حرف خوب میزنه و این خیلی نادره که در میدان عقیده. امروزه در شیعه بسیاری از مسائل و سنن برخلاف سنت رسول خدا داره انجام میشه. مسئله اربعین سابق. خب این جمله اولش حرف درستیه و با هم میشنویم. شیعه از روزی که به عنوان یک حزب درست شده برخلاف سنت رسول الله درست شده، تا زمانی که علمای شیعه مثل آیت الله برقعی این حرف رو نفهمن نمیتونن تشیع رو اصلاح کنن. تشیع و خوارج، روافض و خوارج از روز اولی که درست شدن پشت سرش جنبش های سیاسی ایران و روم بوده، کلیسا و کلیسیت و آتشکده برای تخریب اسلام از داخل، و امروز هم اینطوریه. امروز هم تشیع را امریکا و بازی گرفته، بر سر مسلمانان مسلط کرده. امروز جای ابن سبا را خمینی گرفته. ابن سبا در مقابل خمینی هیچی نیست. ابن سبا یک به اصطلاح تحریفگر عقیدتی است، خمینی رهبر سیاسی است با همون عقایدی که ابن سبا داشته و صد برابر هم بدتر. مثال عرض میکنم، نه اینکه با این اون فرق میکنه دارا. خب پس ولی خب در داخل کشور هرچی هم ما معذورشو میدونیم، اگه این حرفو بفهمن هم نزنن. این حرفو آیت الله برقعی فهمید، شریعت سنگلجی فهمید، موحدان شیعی که تشیع را رها کردن فهمیدن، به درجات متفاوت البته. و اگر کسی بخواد این حرف به خوبی بفهمه، کتب علامه احسان علی زهی رو بخونه، کتب دکتر ناصر غفاری رو بخونه، کتب شیخ الاسلام ابن تیمیه رو بخونه، کتب مجددان و مصلحان اسلام بخونه. خب ولی اینجا چون حرف خوبی زد میریم جلوتر. سابقه نداره. 265 سال، بیش از 265. امروزه در شیعه بسیاری از مسائل و سنن برخلاف سنت رسول خدا داره انجام میشه. مسئله اربعین سابقه نداره. 265 سال، بیش از 265 سال دوران امامت ائمه علیهم السلام بود. یک خب اینجا داره مورد، آیا در روایات داریم ائمه گفته باشن برای مرده هاتون اربعین بگیری؟ خب نصف حرفش درسته نصفش نه. یعنی چی؟ به هدفی که اون حرف میزنه درسته. در زمان ائمه هیچ کدوم از این عادات نبود، لیکن مدت امامت ائمه 250-260 سال بود، یعنی امامت داشتن. این دروغ محضه، این یک افترای محضه، این یک اشتباه محضه. ما دورانی به دوران به نام دوران ائمه نداریم، دوران زندگیشون رو داریم مثل بقیه مسلمان ها. امام جعفر صادق رافضی نبود، شیعی نبود، هیچ کدوم از عقاید شیعیان امروز رو نداشت. توجه میکنی؟ تشیع به عنوان یک حزب سیاسی ایجاد شده، اندک اندک هرچی جلوتر آمده، به قول آیت الله برقعی میشه که در بی پیکر هر کسی هرچی خواسته درش وارد کرده به خاطر مطامع سیاسی برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به صندلی. الان این فرق نمیکنه آلبوه باشه، فرق نمیکنه که دولت فاطمی خبیثه در مصر باشه، فرق نمیکنه که شاه اسماعیل صفوی ملعون باشه، فرق نمیکنه که خمینی پلید و نجس باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بقیه رو بازی گرفتن، مراجع بقیه رو بازی میگیرن، قدرت سیاسی بقیه رو بازی میگیرن. صهیونیسم عیناً همینطوره. در این دیدگاه تشیع کپی صهیونیسمه، رسیدن به قدرت. اونا از راه زیارتگاهاشون
ببینید اسرائیل از راه زیارتگاه دروغین به وجود اومده که آقا هیکل اینجاست، هیکل اینجاست، و شیعه کرم شنگر راه انداخته به خاطر زیارت ها، دست اسرائیل از پشت بسته. نه اینکه سونیا، ما سونیا در این مورد پاکیم، نه، در میان سونیا هزاران زیارتگاه هست، لیکن این پرپاچه تشیع رو نگرفتن، برکه تصوف قدرت نداره. تصوف هم قدرت بداره، این همینه، برکه همه قلوبها، همه انحرافها از این راه شروع شده. یک مثال خدمتون عرض کردم و این مثال خیلی عمیقه، خیلی درد آوره. صهیونیست‌ها وقتی فلسطین رو گرفتن، این یکی از علمای عربستان خدا رحمتش کنه فوت کرد، این حرف رو زد، بارها این حرف رو نقل کردم، شیخ صالح الحسین بود بکنم این حرف زد، یا برادرش، برادرش بود داره، و بکنم اسم شیخ سید باشه شاید. وقتی که صهیونیست ها فلسطین رو گرفتن، زیارتگاه های صهیونیست ها سه تا بود. زیارتگاه چیه؟ بتخانه هاست. زیارتخانه، بتخانه، بله، هر جا که غیر خدا رو خوندی بتخانه، مسجدی که درش غیر خدا رو خوندید بتخانه، خانه کعبه ای که درش غیر خدا رو خوندید خانه کعبه، خانه خدا نیست، خانه بته. همین مسئله به همین سادگیه. الان خانه کعبه خانه توحیده، بری اونجا دوازات عکس آویزان کنید، مثال عرض میکنم، مثل کاری که ابو جهل و ابو لهب میکردن، مگه چی بود؟ خانه کعبه رو تقدیس میکردن، اینش قبرهای که شیعیان امروز تقدیس میکنن. خب بازگردیم مطلب خودمون. زیارتگاه های یهودیان سه تا بود، زیارتگاه های مسلمانان 11 تا بود. شرک و غیر خداپرستی و قلوب و افراد در بزرگان پیش خداوند فرق نمی کنه که لباس یهودیت داشته باشه یا لباس اسلامی داشته باشه، لباس تسنن داشته باشه یا لباس تشیع داشته باشه. باب روحی انا اعلم بالهوا، ممتاز، ممتاز جدا، جزاك الله، مع السلامة، مع السلامة. و بله، يا بدعت و شرك و قبر پرستی و دوری از خدا در هر لباسی که باشه خداوند باش دشمنه. اون موقع خوب، وقتی مسلمان ها خرافی شدن، یهودیان خرافی شدن، مسیحیان خرافی شدن، خداوند کی رو نصرت میده؟ اونی که اصلاحش قوی تره، اونی که زورش قوی تره. خب مسلمانان در طول تاریخشون هیچ موقع با عده و عده خودشون، با سلاح خودشون در از دشمنان بیشتر نبودن. یک دفعه که عددشون زیاد بود خداوند عددشون کرد، تا یه خورده گفتن که امروز اگه در جنگ حنین اگه امروز شکست بخوریم از اندر عدد و داد ما زیادیم، شکست نمیخوریم. خداوند عددشون کرد که به زیادی خودتون ننازید، نصرت از آن خداوندی. مقصود این که مسلمانان در طول تاریخشون همیشه با دشمنانشون اندر عدد کمتر بودن، در جنگ های بزرگ عرض میکنم اندر سلاح کمتر بودن. چرا پیروز شدن؟ خاطر ارتباطشون با خدا. برکه این، نه اینکه سلاح که نگیرید، عدد عده نگیرید، عکس این مفهوم درست نیست. مقصودم اینه که وقتی که انسان از خدا دور شد، خرافی شد، بت پرست شد، قبر پرست شد، فرق نمی کنه که لباس شیعه داشته باشه، لباس سنی صوفی داشته باشه، لباس یهودی داشته باشه، لباس مسیحی داشته باشه. اون موقع خداوند کاری بینا نداره، با همه اینا کاری نداره. هر کسی که سنت طبیعی خداوند
اینه که هر کس زورش قوی تر موفق میشه. اما خداوند کی مسلمان رو پیروز میکنه؟ وقتی که مسلمان باشه. خب بازگردیم به حرف ایشون. این حرفا عمیقه یه مقدار و بارها چون توضیحش دادم روش زیاد توقف نمی کنم. این اندگان ارجمنده این کانال این حرفا رو به اونه که دائم با ما هستن به خوبی میدونن انشاءالله بهتر از بنده. بریم جلوتر. آقا 265 سال یه هفته و یک ماه نیست، بیش از دو قرن و نیم دوران خلافت ائمه علیه السلام بوده، خلافت الهی اونها بوده. این دروغ محضه. خلافت الهی بر ائمه دروغ محضه، افترای محضه. ایشون اشتباه میکنه، ایشون نمیدونه، احتمالاً درش صداقت هست. احتمالاً اگر کسی خواست، من نمیدونم آقای محترم اسمش چیه، اگر کسی اسمشو میدونه برام بنویسه، یا اگر ایمیلی ازش دارید هم خیلی متشکر میشم. اگر کسی خواست این مطلب رو بفهمه، امروز فهم خیلی آسونه. امروز اگه یک ذره تعصب و دنیا پرستی رو از دور کنید، رسیدن به حقیقت خیلی آسونه. برای که این پیشرفت تکنولوژی کار رو آسون کرده، معنها رو کمتر کرده. آقای حیدر علی قلمداران که رحمت خدا بر او باد، که در اول انقلابی که از درندگان معمم قم رفت که ترورش کنه و به جانش افتاد و نجات یافت، الحمدلله سالها هم بعدی زنده شد، زنده بود. کتابی داره بسیار ارزشمند به زبان فارسی به نام شاهراه اتحاد یا بررسی نصوص امامت. این کتاب رو بارها خدمتون عرض کردم. بله من یه خورده اینجا کتاب خانمو تغییر دادم، به مثل سابق زود نمیتونم شاید داده. هر حال بارها خدمتون نشون دادم، همین عنوان رو اگه در اینترنت بنویسید، شاهراه اتحاد یا بررسی نصوص امامت، فوری ظاهر میشه و در سایت عقیده هم هست. در سایت عقیده هم هست. این کتاب بخونید، نشون میده خیلی بدون که یک روایت از اهل سنت هم استناد اساسی بکنه، که یعنی پایه اساساش بر مذهب شیعه استنادهاش، و از بقیه استشهاد میکنه فقط که یعنی تشیع تغییر کرده. برکه تشیع در ابتدای حزب سیاسی سنی بود، شیعیان علی، شیعیان معاویه. اینا رو من زیاد توضیح دادم برام و بعدن شیعیان علی دوچاره افراد شدن و خود علی رو کشتن، خود حسین رو کشتن، به کشتن دادن و داستان. اگه کسی این موضوعات رو دوباره بخواد بخونه، شیعه و اهل بیت احسان الله ظهیر بخونه، شیعه و قرآن احسان الله ظهیر بخونه، که رحمت خدا بر او باد که عمرشو جوانیشو بر سر این حرفا گذاشت، شمشیر برنده خدا بود، قلمش شمشیر حجاج ابن یوسف بود، برای تشبیه البته، قلمش شمشیر خالد بن ولید بود، قلمش شمشیر عمر بود رضی الله عنهم جميعا. و این تفاوتش با کتاب صاحب کتاب جادار المجوس و دیگر آمود. پس در 250 سال چیزی به نام امامت وجود نداشته. این یک دروغ بیش نیست، یک افترا بیش نیست، یک توهم بیش نیست که روحانیت تشیع به دروغ و به افترا و به تهمت و به تحریف و به تزویر این دروغ جا انداخته، بخصوص در پنج قرن اخیر در ایران.
اما اگه کتابای آقای آیت الله برقی رو بخونید، کتابای مصلحان تشیع رو بخونید که شیعیان روحانیت تشیع مثل جن و بسم داد اسمشو میترسه، اینا رو توضیح دادم. و ابن تیمیه از همه اینها واضح تر و روشن تره. شمشیر خداست، قلم شمشیر خداست. بریم جلوتر. یک مورد داریم امام رضا به کسی فرموده باشه برو واسه پدر دربعین بگی. هر روزم یکی میمرده دیگه. مسئله مرگ و میر هر روز بوده، یا یکی خالش میمرده، عمش میمرده، از اصحاب میمردن، پدرش میمرده. چی نبوده که هر 100 سالی بگذره یکی بمیره. مبتلا بهترین مسئله در زمان ائمه علیهم السلام همین مسئله مرگ و میر بوده. آفرین بر شما. این سخنش درسته، نه فقط در زمان ائمه، در صدر اسلام کلا. چرا مخصوص ائمه میکنی؟ چون اونشون خودش شیعه، دنیا را از این لحاظ میبینه. ما در صدر اسلام تا قرون متعدد این عادت ها رو نداریم. تا زمانی که تصوف و تشیع رو باد کردن، عادت های یهود و نصارا رو وارد اسلام کردن. ولذا پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرموده بود که لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا شبرا حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه. یعنی این کارو نکنید. شما سنت پیشینیان را، پیشینیان چطوری گمراه شدن؟ یهودیان چطوری؟ از همین را. مسیحیان از همین را، از راه قلو، از راه شخصیت پرستی، از راه افراط در بزرگان. این افراط در بزرگان و تشیع در قالب امامت وارد اسلام کرد و تصوف در قالب شیخی و درویشی و قلندری و پیر و پتالی. هر چقدر بخوای اصلاح کنی، شما وهابی هستید، شما فلانی هستید. و منشأش چیه؟ منشأش قدرت سیاسیه. قدرت سیاسیه که این عقاید رو بازی میگیره. هر کی چشمش به قدرت افتاد نمیتونه اصلاح کنه. انسان وقتی چشمش به قدرت سیاسیه، امکان نداره که اصلاح دینی بکنه، برای که میخواد به قدرت برسه. الا من رحم ربک. عموما انسانی که میخواد به قدرت برسه، حتی اگر انسان صالح هم باشه، نمیتونه همه حقایق رو بگه. باید هوای مردم رو داشته باشه که ازش ناراحت نشن. و این مصیبت بزرگیه. افراد فوت میکردن، از اعصاب فوت میکردن، نه تنها برای خود ائمه علیه السلام، برای خود اعصاب. یک مورد داریم ائمه گفتن برای پدر ما اربعین میگیرید. موسی بن جعفر فرموده باشد که برای پدرم امام صادق اربعین میگیرید. بخواهیم علیه السلام بوده؟ برای امیرالمؤمنین بوده؟ برای خود رسول خدا بوده؟ کجا بوده؟ پس ما را کجا در آوردیم اربعین؟ برای چی آخه؟ اگر یک شخص از مخالفین ما، از برادران اهل سنت بیاد بگه این مجالسی که شما تشکیل میدید به گفته خودتون آیا در کتب اهل بیتتون هست یا نه، چی جوابی ما داریم بدیم؟ میگیم خب به خاطر طلب رجاء است و به خاطر ثواب. نه، در تشیع، حتی در ابتدا در تشیع نبود. اون چرا که اسمش تشیع میذاریم، قرنها بعد وجود اومد. همه عقاید وهابیت امروز که اسمش وهابیت میذارن، در داخل کتب تشیع هستش. یا به قول آیت الله برقی، همه روایت های اهل سنت در پیش شیعه هستش، لیکن به خاطر تعصب نمیگیرن. برای که تشیع و این نقطه خیلی بارزه، خدا احسان الهی رو رحمت کنه، ثابت کرده که چطوری تشیع در 4 مرحله تغییر کرده. مرحله پنجمش هم خمینیه. چرا؟ چون در بی پیکره. هر کی میاد، برای حزب سیاسیه، هر کی میاد چیزی وارد، مراجع شیعه در افراد با هم دیگه قلوف میدن. چرا در افراد؟ برای که با افراد عوام کل انام بهتر به دست میارن. این حبیب و غیر حبیب و اینا چرا خمینی رو تکبیر میکنن، خامنه‌ای رو تکبیر میکنن؟ برای که میخوان با قلوف بیشتر اونها رو مریداشون رو به دست بیارن.
یاسر البغیض و دیگران. تشیع در میدان سیاست که یک حزب سیاسی کاملا رقابت در غلو و در افراطه، علتش اینه. و این حرفاشون راجب عزاداری میزنه کاملا حرفای اهل سنته، کاملا حرفای مسلمون هاست. و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میفرماد که من احدث فی امرنا هذا فهو رد ما لم یکن منه فهو رد، کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار، هر بدعتی زلالته و هر زلالتی انسان رو به آتش میکشونه. هر کسی در دین ما چیزی که از دین نیست بدعتی بگذاره از ما نیست، و امرش مردوده. هر چی بدعت امرش مردوده. و شما امروز در میان جمهور مسلمانان وقتی میگی اهل بدعت، اولین کسی که بهش صدق میکنه شیعیانند، برکز ابتدا تا انتها همه مذهبشون بر بدعته. هر آن چی که از غلو بوده جز ضروریات مذهبشون شده. دیروز دیشب خدمتتون عرض کردم امامت بزرگترین غلو بوده، قرنها پنهان بوده، بعدا ظاهر علم شده در ایران به اصول شاه اسماعیل صفوی. چرا؟ یه بچه نفهم که آخونده پشتن صلیبیت پشترش باشه، مادرش مسیحی باشه، درست مثل عراق صلیبیت و یهودیت و شیعیان رو بر عراق مسلط کردن. با چه جنگ هایی؟ با چه بازی هایی؟ این بازی های سیاسی همیشه بوده و خواهد بود. لیکن جان کلامی ایشون اینه که عزاداری ها درست نیست. این حرف درسته. یه خب فرطان سو 70 روز بگیرید، چون میخواد تو 40 بگیرید، سر 20 روز بگیرید. پس بنابراین مسئله 40 فقط اختصاص به سید شهدا داره. رسول خدا فرمودن اینم دروغه، اینم حرف نادرسته. تروز ترهیم بس... خب راجب سید شهدا نگفته که 3 روز ترهیم برای ایشون، یک روز برای همه یا 3 روز برای همه. هیچ کسی حکم خاصی نداره در اسلام. سلام. پدر ما فرمودن چون رسول خدا فرموده و سنت بر 3 روز است، شما هم برای من 3 روز باید بگیرید، اونم در منزل. و در خصوص برای من فرمودن این بدعت است. آفرین. و جایز نیست کسی این کار را انجام بده. نگرفتیم. آفرین بر پدرتون. آفرین بر پدرتون. Mm-hmm.